شاکرم. آقا این نتا خیلی داره اذیت میکنه متاسفانه. یعنی آره دیگه سر کلاسای ما هم دیگه داره قلقلک اون میده یه جورایی اذیتمون میکنه، ولی به هر عنوانی که هست ما وصل میشیم، نگران نباشید. دیگه اردلان دیگه راهای عجیب غریب میزنه، بالاخره وصل میشیم به آپارات. یه کارش میکنه. آره همینو میگم، بالاخره هر رویی هم ببندم بالاخره ما آپاراتمون رو میایم ساعت 7 تا ساعت 8 رو در خدمت شما هستیم. اما خدمتتون عرض بکنم راجع به جلسه گذشته که با هم دیگه کلاس داشتیم و رفقای عزیزی که احتمالاً در جلسه گذشته در کلاس ما حضور نداشتن، من امروز خدمتتون بگم. آها خدا رو شکر. بسیار خوب. آقا شما بشم تشکر کنم. بچه‌ها میتونید الان با بالا کیفیت دارید. الان واقعا کیفیت عالی من دارم میگم، خیلی خوبه. ایول. اردلان ما جلسه گذشته اگر خاطرت باشه راجع به استو صحبت کردیم. و جلسه گذشته احتمال داره که خیلی از بچه‌ها تو کلاس ما نبوده باشن. احتمالاً اصلا جلسه اولشونه. ما این کسهای پیش ساخته رو برای بچه‌ها توضیح دادیم. ما کسهای پیش ساختمون کسایی که آفرین همشون میشه مل به روی ذریب. حالا بستگی داره به جنس و نوع سوال. اگر مل داده باشه گرم بخواد، گرم بده مل بخواد، این میشه کسهای پیش ساخته. مل به روی ذریب مساویه با گرم به جرم ملی ضرب در ذریب. اگر شرایط STP یا همون استاندارد بود میشه لیتر به روی 22.4 ضرب در ذریب، میلی لیتر به روی 22400 ضرب در ذریب، چگالیدا DV به جرم ملی ضرب در ذریب و مولار ضرب در حجم ضرب در به روی 1000 ضرب در ذریب. اما من توی سوال بهتر و بیشتر برای بچه‌ها توضیح خواهم داد که بچه‌ها راحت‌تر بتونن اینا رو هضم بکنن. ما اومدیم و هم دیگه آخرین سوالی که حل کردیم این بود که دما فشار عوض شده بود، اما تست کنکور تجربی داخل سال 98. یه چیزی راجع به 98 اردلان بگم. آقا تست کنکور سراسری 98 اردلان به صورت یه تست آموزشی میتونه باشه برای دانش آموز. یعنی یه سوء تفاهمی بوده در کنکور 98 به نظر من که انقدر آسون بود، عجیب غریب آسون بود. یعنی سوال سخت اصلا علنا نداشتیم توی درس شیمی و میانگین درصد 70% 80% یه رتبه اوکی می آورد. خیلی عجیب غریب نبود. بماند که مثلا با میانگین 50-60% توی 1401 رتبه 1000 می آوردی. دمشون گرم. کاملا درست میگن. آقا بریم سراغ حل این سوال. میدونم که این سوال هم خیلی از بچه ها اوکی هن و بلدن. اما اینجا SI رو بهتون داده بوده 28. کربن هم بهتون داده 12. خب. اولین قدم موازنه کردنه. میرم سراغ SiO2 یه ذریب 1 میدم، یه دونه Si یه دونه Si، دو تا اکسیژن دو تا اکسیژن، سه تا کربن سه تا کربن. من فن ریاضیش برام مهمه، اصلا مهم نیستش که حالا من میدونم 1120 هم میشه، فن ریاضی زدنش برام خیلی مهمه. آقا میگه سیلیسیوم کاربید SiC طبق معادله واکنش زیر تولید میشه به ازای هر کیلوگرم از این ماده. هر یعنی یک، هر کیلوگرم یعنی 1000 گرم SiC به جرم مولی SiC که میشه 40 ضرب در ضریب SiC که ضریب SiC چنده؟ 1 مساویه با. خب پس اینجا یه بار دیگه چک کنیم با هم. گرم داده بود، گرم به جرم مولی ضرب در ضریب، هر کیلوگرم یعنی 1000 گرم به روی جرم مولی 40 ضرب در ضریب 1 مساویه با لیتر آلاینده در شرایط STP. اگر شرط STP لیتر آلاینده یعنی کی؟ یعنی CO. لیتر CO نمیدونم چیه به روی 22.4 ضرب در ضریب CO که میشه چند؟ میشه 2. ضریب CO 2ه. اوکی اردلان چی میبینی اونجا میخندی؟ خب چی میبینی؟ به منم بگو بدونم. بچه ها قطعمون نکنم حواظ این باشه، یکی میگفت تفسیر آمریکا سو فلان مثال گفتم که الان حواظتون باشه و اینا، بعد میگه که الان عصبانی میشه و گفتم نه، بعد دیگه همه فهمیدم. یه هم جالتی بود. حله بعد هم میگم چی بود. حله آقا اینو نگاه کن اردلان. الان درگیر این بودم که کلاس ضبط بشه و درست ریکورد بشه. آها. الان من دیگه اوکیه. دمه شما گرم. آره بابا. سیلیسیوم کاربید
از واکنش فلان تولید می‌شود به ازای تولید هر کیلو گرم. یعنی 1000 گرم چند لیتر گاز آورده شرط SCP شرط که SCP من 224 رو دارم. احسنت. اول موازنه کردم. آفرین. بعدم یه دونه خب هر کیلو گرم رو من خواسته چند لیتر گاز ازم آلاینده یعنی CO اوکی. رسیدم و ضریبش 2ه بله. 224 2 می‌ذارم. حالا براساس کیلوگرم می‌خوام. آفرین. گفته هر کیلوگرم یعنی یک ماده. یعنی یک کیلوگرم یعنی 1000 گرم. 1000 گرم. 1000 گرم می‌ذارم. جرمولیش هم که 40. جرمولیش هم که SIC 20 میشه 40. الان ال سی او رو می‌خوام. احسنت. اردلان بریم ریاضیشو با هم چک کنیم. من یه چیزی بگم. آفرین. من یه چیزی بگم. ببینید ما توی حل سوالات شیمی توی بحث محاسبات گزینه ها برای ما خیلی مهمه. اگر گزینه های شما درگیر عدده و درگیر صفر و ممیز نیست پس تو هم صفر و ممیز رو ولش کن. یعنی چی آقا؟ یعنی آقا این 1000 به روی 40 انگار 1/4 آره. مساویه با لیتر 30 نمیدونم 22/4 ضرب در 2 قبوله؟ بله. آقا این 2 رو با این بزنم میشه 2 دو هم با این بزنم میشه 11/2 یعنی عدد من 1 1 2 حالا چه حالا به من چه دیگه حله اردلان یه چیزه آره دیگه به من چه دیگه آقا اینجا رو نگاه کن اردلان خیلی با حال این یه تیکه یه دانش آموزی سوتی ممکنه بده اردلان بگه چی؟ اینو نگاه کن قشه این شکلی بیاد بگه آقا خیلی هم فهم کنه دیگه خیلی شاخه میگه صفر عاشق صفر زدنن بچه ها یعنی اصلا لذت میبرن صفر رو با صفر میزنن آره صفر رو با صفر میزنن 100/4 ساده میکنه احسن میشه 25 بعد میاد 20 آها باز اینجا من میخوام یه راه بگم 25 مرسی بچه ها این میشه 50 ضرب در 22/4 تو لابلا این آره 5 تا 20 دارن 50 تا 20 دارن حالا من یه چیز بگم نظرته اردلان این که صفره ممیز رو میبره درسته آه. یعنی میشه 5 ضرب در 224 50 تا 20 اردلان هر عددی ضرب در 5 اون عدده رو نصفش کن یه صفر بذار جلوش نصف کن 1 1 2 یه صفر بذار جلوش آقا هر میدونی چیه داستان داستانی که آقا این بعد بچه‌ها فکر می‌کنن اوه 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 روشی گفت ترکیان نه پنجه رو من دارم چی می‌بینم اردلان دارم 10/2 می‌بینم من پنجه رو 10/2 می‌بینم نصفش می‌کنم یه صفر ده می‌ذارم جلوش آقا هر عددی اردلان 882 ضرب در 5 میشه چند 4 4 1 0 حله آقا هر عددی ضرب در 5 شد نصفش کن یه صفر بذار جلوش ممکنه الان تو چت یکی بگه فرد بود چی عددم فرد باشه چی الان 71 فرده دیگه ضرب در 5 نصفش کن 71 نصف 70 چنده آفرین 35.5 الان یه صفر بذار جلوش یعنی این ممیزه رو بردار 355 بله خب این از این میکروفون تو بیار بیرون میره تو خب خودش خب آقا همچی معادله واکنشی بهمون داده درست اردلان اردلان اذیتم نکن گفته از مصرف هر مول بروکسید ای والله هر یعنی چی یک مول هر مول بروکسید یعنی یک مول بروکسید یعنی بی دو او سه بریم اردلان موازنه کنیم با هم بریم بهم میگی یه طرف داشته باشه یعنی آره. بور من یه طرف هست آره. من از بور شروع میکنم این بر دو دارم اون ولی دو پس یعنی یک بذارم دو بذارم خب درسته آره بعد میرم روی سی ای آره سی ای اون بر دو سه تا شیش تا دارم این ولی سه میدم که درست بشه ای والا بورد رو چک میکنم آها سه تا این بر دارم آره دو تا اون بر دارم چی کار کنم بشه سه تا اینو سه دوم حالا همه رو دوباره ضرب داره دو بکنم دو شیش چهار سه حله بله. آقا هر مول بروکسید یعنی از مول به روی ضریب بعد استفاده کنم بله. هر یعنی یک به روی ضریب بروکسید یعنی چند دو مساویه با لیتر گاز یعنی او دو در شرط SCP خواسته لیتر او دو نمیدونمه به روی چی 22/4 شرط SCP دیگه
ضریب اودو چند اردلان؟ سه. حاجی تست کنکور ریاضی خارج بوده. اردلان چیکار کنم ریاضیشو؟ اون بر میشه 11 ممیز 2. اینو باید میزنم 11 و 2. خب تبدیل 3 شده راحت دیگه. واقعا چه سوالی بوده دادن اینو؟ میگم 98 آقا واقعا خیلی آسون بوده؟ نه به نظر من دیگه نباید اصلا نده بهتره. اصلا دانش آموز نمیتونه متوجه بشه آقا چه خبره خوبه یا نه. سال 98 دیگه تو بوه تغییر نظام قدیم به جدید آفره. میخواستن یه نمره همترازی هم داشتیم. آره. بخاطر نمره همترازی این کار کردن. ولی دیگه خیلی آسون بود. خیلی بعد 99 پوست کردن ها. 99. 1401 ببین 1400 ریاضی سخت بود. شیمیش خوب بود. 401 شیمیش خوب بود. آره 400 و 401 شیمیش خوب بود. ببین الان فعلا گیر فیزیکو گیر ندادن فعلا. یعنی فیزیک الان فعلا فهم میکنم من با همکارا که صحبت میکنم فیزیک فعلا روتینه اوکی داره میره جلو. یعنی امسال خیلی آسون بوده مثل این که. ولی 1400 1401 منطقی بود شیمیش. توپل بود خوب بود اما اصلا با 99 قابل قیاس نبود. 99 خیلی وقت گیر بود. توپل خوبه به نظر من. آره میدونی چرا؟ آره میدونی چرا؟ چون مترجم میشیم چه خبره. ولی وقتی مثلا آسون بده نمیشه متوجه شد. وقتی سوال توپل خب میخوام بگم دیگه سوال خوبه مشتیه با حال توپل خوبه دیگه. آقا تو من متوجه میشم چند چندم اما اگه مثلا سوال آسون بده نمیشه فهمید. خب اردلان بریم سراغ چی؟ بریم سراغ آره نه نمیام میگه نمیای تو از من. خب آقا اینجا گفته درخت ها مجذب فلان و بیسار این داستانه اینه. میگه اگر یک درخت سالانه 66 کیلوگرم گاز کربن دی اکسید تولید بکنه. آقا قدم اول ما موازن است. رفقای من موازنه سوختن گلوکوز و برعکسش فتوسنتز و بلدن. یه دونه یک حاجی بقیه 6 دیگه موازنه چون توضیح دادم دیگه. آره دیگه اردلان گفته 66 کیلوگرم گاز کربن دی اکسید چند کیلوگرم از این قند بلوکو. چون کیلوگرم خواسته کیلوگرم داده تبدیل واحد نمیخواد. چند کیلوگرم از اون CO2 66 کیلوگرم. اردلان جرم مولی CO2 چنده؟ 44. ضریب CO2 چنده؟ 6. مساوی با X کیلوگرم گلوکوز. جرم مولی گلوکوز چنده حفظ باشم؟ 36 هاش 12 و 6 جرم مولی 180 ضریب 1. بریم ریاضی یه بار دیگه. آقا 66 کیلوگرم CO2 پس کیلوگرم CO2 به جرم مولی CO2 ضرب در ضریب CO2 جرم مولیش 44 ضریبش 6 مساوی با چند کیلوگرم گلوکوز نمیدونم به جرم مولیش که باید حفظ باشی گلوکوز 180 ضریبش هم 1. آقا ریاضی به 11 میخوره؟ بگو به 11 این چه 6 اینو با این بزنم 11 11 با این 4 180 تقسیم بر 4 خب چند میشه؟ بگو 160 که میشه 40 تا. آره درسته؟ آره 45 تا تموم شده. یعنی دو بار تقسیم بر 2 کن. آره یعنی 90 تقسیم بر 2 کن 45 حاله؟ آقا 45 اینم 98 بوده چون 98 ریاضی فکر کن داخل 98 بوده. واقعا آسون بوده بچه ها. این تیپ سوال سوال سختی اصلا نیست. من سعی میکنم بچه ها ببین اگه موافقم بریم سوال سخت. اردلان اگر بچه ها همه اوکی هم موافقم بریم آقا سخت یه ذره حال کنیم یه ذره عشق کنیم ببینیم چه خبره بابا. سخت حال میکنیم؟ آره من سخت حال میکنم چون خیلی 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 چون ببین سوال سخته قشنگ اسماتون رو عوض کنید که من بدونم. آها آفرین همه عوض کردم. بیا مثلا اینو بگم ارفان، نیلوفر، بهناز، اشکان، زهرا، مانی همه میگم بریم. خب من اینو اصلاحشم بکنم این سی او میده سه او دو نمیده. آقا بریم سراغ چی؟ بریم سراغ حل این سوال. من میخوام بچه ها حل کنن گزینه بگن یه ذره سریع هم گزینه بگن یعنی دیگه زیر یه دقیقه گزینه بگن زیر یک دقیقه. همونطور که بچه ها حل میکنن خب میگفتن که پیاده روی برای سلامت خوبه. جان پیاده روی میگن برای سلامت خوبه. بله من
خیلی پیاده روی دوست دارم. من معمولا اوایل هفته رو. اوایل هفته دوست دارم. یکی نوشته که خاطر تو عوض کردم فقط صدا تشکر میکنم. ممنونم. جواب سوالم اگه بگی من ممنونم. بچه‌ها بفرستن که ببینیم چه خبره بابا. ما این حل کن. عرفان اول موازنه. سی دو هاشیش به علاوه دو میده سی او به علاوه هاش دو او داره میسوزه. کی میسوزه؟ اتان. انتفاع دیدی من با چه حالی اومدم تو لایف مثلا؟ با من میبینم تو رو کیف میکنم. منم تو رو میبینم جدی میخ. آقا گزینه نمیگه. دانیل گفته سه فکر کنم. یکم داریم. سه دارم، چهار. فاطمه گفته چهار. بقیتون یوزرید. امیر گفته دو. اشکان گفته یک. مهسا گفته یک. ریحانه میگه یک. عرفان یک. بچه ها فکر کنم روی یک بیشتر. خب هر دارم میه با هم بریم. آره همه زد رشیدی همه میگن خب. یک آقا بریم با هم میگه اوکی. یه نکته من بگم اول. آقا میگه از سوختن ناقص 4.8 گرم اتان در شرط استیبی چند میلیتر گاز تولید میشه. الان یه دقیقه بچه ها خوب دقت کنن. یه چیزی بچه‌ها بهتون بگم، برای سرعت بخشیدن به حل سوالاتون اگر داری استو حل می‌کنی موازنه رو به میزان نیازت انجام بده، یعنی تا ته موازنه نکن. اون چیزایی که می‌خوای، فقط اون چیزایی که می‌خوای. هر دفعه وقت بگیره باش، هر دفعه 20 ثانیه وقت بگیره، یه دقیقه برای سوالش می‌دارن، اون 20 ثانیه تو محاسبات میتونن صرف کنن. خب نه من ترجیح نمیدم اصلا موازنه تا انتها بره حال نمیکنم. میدونی چرا؟ آره میدونی چرا؟ یه دقیقه نگاه کن اردلان. آره اردلان اینجا شرط استیمای نیست. بله. حاجی لیتر گاز من کیاه که تولید میشه؟ نه میدونم کیاه. کیا در شرط استیبی گازن؟ اوکی یا H2O گاز دارم. آها. خب نه دیگه. تو دمای صفر درجه. نه میگه تولید. تولید میشه. آقا در دمای صفر درجه آب گازه؟ نه. یا مایست یا یخه. مونوکسید. پس در شرایط SCP در شرایط SDP H2O مایه می باشد. بذار بنویسم گاز نیست، یا مایست یا جامده. H2O گاز نیست. این نکته بسیار مهمی بود. حله پس فقط CO. پس اردالو من اگر درگیر اینم، چون اطلاعات از این بهم داده دیگه، نگاه کن 4.8 گرم اتان و چقدر میلیتر گاز تولید میشه، یعنی فقط CO. پس آقا اینو موازنه کن. یک دو. دو تموم. آقا ممکنه تو بری تا انتها موازنه کنی، حاجی در میاره چند اردالون؟ 2.4. آره. خب 2.4 با 1 تو فرق داره؟ نه ولی وقتش شد هدر داده چون کسری میشه. من میگم این کارو نکن. اردالون چقدر گرم اتانه؟ 4.8 گرم. پس 4.8 گرم اتان به جرم مولی اتان چنده؟ جرم مولی 2 × 12 24 با 6 تا 30 تا ضریبش چند در دلان؟ 1 مساوی با شرایط SCP. آهان شرایط SCP هم هست. 22400 ضرب در ضریبش 2. حله حاجی بریم برای چی؟ محاسبه. الان اینجا رو قشنگ خوب با هم دیگه بریم جلو. الان فکر کنین 3.48 یا 3.48 مرسی، یعنی میشه چی؟ 1.6. یه بار دیگه بگو بچه‌ها. 48 تقسیم بر 3 میشه چند؟ 48 تقسیم بر 3 میشه چند؟ جواب نمیدن چرا؟ 16. آها میشه 16. 48 تقسیم بر 3 میشه 16. حالا یا 16 صدم یا 1.6 یا 160، بالاخره 1.6. آقا نگاه کن الاسه منو نگاه کن، اینم که یه مش صفره به من تو ربطی نداره،
ممیزم به ماها ربطی نداره. الان روش چی میرفتیم؟ یکان. چون یکانای اینا با هم متفاوته. 2 8 4 0. الان 6 ضرب در 4 24. یکان چنده؟ 4. 4 2 تا 8. یکان 8. گزینه 2. بچا همتون با هم دیگه دو رو گفتن؟ خیلی بچه دوست داشتن. یه نموره گفتی که خودت گفتی. آره. گفتی که ای گزینه یک هم داریم. آره. اول چون بعد هم یک سطح. یه سری یا دو هم داره. آقا یه بار دیگه با هم چک کنیم ریاضیشو. یه حواستون باشه سر چراز کنکرو نمیدیم. بغل نسید اتحاب. آره. دقیقا. آقا بریم با هم دیگه ببینیم چه خبره. من نظرم چیه؟ من نظرم اینه که بیا با هم دیگه ریاضیشو دوباره بگیم. 48 تقسیم بر 3 میشه 16. مگه نه؟ 16 دیگه. اونم قطع نمیکنه. فری قطع کن. فری قطع کن. داداش کلاسم. کلاسم داداش. آجی سر کلاسه. خب این 16 حل 48 تقسیم بر 3 میشه 16 یا 1 و 6 دهم. حالا یکان 6ه. 6 4 تا 24 تا. یکان 4. 4 2 تا 8 تا. دنبال گزینه بگرد که یکانش 8ه. بابا جان تو میخوای سرعت بدی به حل سوالات. من بخوام ریاضی اینو بنویسم صفرا رو اذیت مزیتم بخواد بکنه که دیگه نمیصرفه که دیگه. و یه دقیقه وقت بیشتر نداریم که. یه تایید از بچه‌ها میگیری من ببینم اوکیان؟ بچه‌ها تایید بدید. یه تایید، یه مثبتی چیزی فلانی بیساری این داستانا. مهدیم یه حسم میگفت گزینه میشه دو. خیلی خوبه. حس. آره. بنویسم کوکو نمیدونم چیکار. بودو تاییده. بریم بعدی. بله. خب. آقا اینجا رو ببین. این سوال اردلان، این سوال و سوال بعدی خیلی سوالای خوبی هن. این سوال معادله واکنش به هم نداده، اما تو خط اول سوال معادله واکنش رو به هت گفته. گوگرد دی اکسید با آهک. آهک چیه؟ CaO. اینو باید بلد بشه. آقا CaO به علاوه کی گفته اردلان؟ گوگرد دی اکسید میشه چی؟ SO2. میدهد چی؟ خودش گفته چی میده؟ CaSO3. آره حاجی موازنش کنی؟ بکنی. یه دونه کلسیم، یه دونه تمام همهشون ضریبشون یک. آره بریم بخونیم با هم. بله. یا بذاریم بچه ها حل کنن. من میخونم بچه ها حل کنن. آره تو بخوندم ادیان. میگه اگر اشتا منی. اگر این فرآیند برای جلوگیری از ورود گاز گوگرد دی اکسید به هوا کره در خروجی دودکش کارخانه ها استفاده شود، در شرایطی که حجم مولی گازها 28 لیتر است. اوه این یه تیکه مهم. حجم مولی رو داده، یعنی دیگه سی پی نیست. یعنی جای 22.4 بذارم؟ 28. دمت گرم. برای جذب 1400 میلی لیتر رو دیدم، پیش ساخته میلی لیتر میاد تو ذهنم. یا لیترش بکن، چون اینم لیتره. اوکی. میلی لیتر گاز گوگرد دی اکسید. حالا چند گرم آهک نیاز داره؟ بله. الان من میتونم بگم 1.4 لیتر. مرسی. 1.4 لیتر. حالا چرا بچه ها؟ اگر دارید از کسر پیش ساخته استفاده میکنید هم واحد باید باشن. لیتر پایین هم باید اون حجم مولی لیتر باشه. احسن. توی بحث حجم مولی اگر بالا لیتر پایین حجم مولی هم باید لیتر باشه. اگر توی اون کسر پیش ساخته میلی لیتر حجم مولی هم باید میلی لیتر باشه. پس اینو کردمش 1.4 لیتر. از کی؟ گاز گوگرد. 1.4 بروی دیگه شرط اس پی نیست. حجم مولی چنده؟ 28. یعنی جای اون 22.4 بذار 28. ضریبش 1 مساوی با چند گرم آهک؟ گرم آهک نمیدونم. جرم مولی آهک چند میشه اردلان؟ جرم مولی آهک CaO 56. ضریبم 1. بریم برای ریاضیش. دو تا 28 میشه 56 تا. آها اینو با این میزنم میشه 2. 2 ضرب در 1.4 2.8. حله؟ آقا این سوال سنجش بوده. سوال سنجش بوده. فقط این یه تیکه اول بعد معادله واکنش خود دانش آموز می نوشت. به نظر من همش که معلومه مثلا گوگرد دی اکسید SO2 بلده.
یا آخر باید آره. رفته باشه اونم که چی میده رو خودش بسید آره. آقا بریم این سوال، این سوال پر از نکته است. یعنی این سواله نمیده. بعد واکنشه یه مثلا آبم تولید کرده دیگه، نظام جدید نداریم. ببین نظام جدید دیگه آه با قبله یه مثلا میگفت اینو میده با این، بعد یه میبینی نمیدونم کربن مونوکسید دیگه، نمیدونم آب دیگه، جامد دیگه. آره دیگه کرد. ببین چون نظام قدیم معادله واکنش نویسی رو اصلا یه درس بود میخوندن بچه ها، اما تو نظام جدید اصلا میگه آقا معادله واکنش رو نمیخواد تو حفظ باشی الا چند تا معادله واکنش مهم، مثل سوختن هیدروکربن ها، مثل در فصل 1/12 اسید ها و باز هایی که میریزه توی آب. فصل 92 بودن اوسر دیگه حذف شد اون. آره لیتیوم پروکسید و اینا. آره آقا اینو حل بکنید لطفا بچه ها، اینو حل کنید. بدو 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 اینو حل بکن. خیلی نکته داره اردلان، عجیب غریب خوبه ها. هم جرم مولی چربی کهن شتره مهمه، اینکه چند لیتر هوا گفته مهمه. ببینم گزینه چند رو میگن، خیلی جذاب میشه ببینم گزینه‌شون چیه. چربیش 357810.6. آره تو فکر کن جرم مولی رو بخوای تو سر جلسه اینو حساب کنی. 890 جرم مولیش. 890 حفظ بکنن. گفته بودی قبلا تو جدول. آره آره تو جدول بود. زیاده 57 تا 12 تا 110 تا 6 تا 16 تا. آره تموم شده جلسه، تموم شده اومدن بیرون. خب آقا من به نظرم حل کنیم این یه تیکش که معلومه. آره گفته که به چند لیتر هوا، این مهمه. هوا آها هوا توش هم چیز داره، چی داره؟ هوا هم توش کربن دی اکسید داره، خب هم توش بخار آب داره. آها ولی بچه ها نمیدونن که چند درصد. نه آها ولی بچه ها یه چیزی رو میدونن. چی میدونن؟ بچه ها تو فصل 2/10 این نکته است، این نکته، این نکته اردن خیلی مهمه. آقا 20% از حجم هوا اکسیژن است. آقا بله اردن این نکته بد چیز خوبیه ها. اکسیژن O2ه، اونجا O2 دارم دیگه. این خیلی آره داری؟ چرا نداری؟ آها دیدم O2. آره آقا تولید باشه باشه، میگه به چند لیتر هوا نیازه، چند لیتر هوا نیاز داره. آها. نه که تولید بکنه. آها یه دقیقه رفقا خوب گوش بدید، هر موقع از شما حجم هوا رو خواست یا حجم هوا رو داد، تو هوا نمیشناسی، که تو اکسیژن میشناسی. تو اگر که میگه به چند لیتر هوا نیاز داره، اکسیژن رو به دست بیار، با این جمله‌ای که بهت گفتم چیکار بکن؟ بیا نسبت تناسب بنویس. یه دقیقه گوش بده ببین چی میگم. اول موازنه کنم. مثلا 5 میکنم میشه هوا دیگه. آره دقیقاً. بریم دقیقاً درسته. حاجی بریم سراغ موازنه. چند تا کربن دارم؟ 57 تا. چند تا هیدروژن دارم؟ 110 تا. ضریبه میشه چند؟ 55. حاجی اکسیژن رو بریم حساب کنیم. 57 ضرب در 2 114. با 55 169. حاجی اون برم باید 169 تا باشه، 6 تاش اینجاست، چقدر میخوام؟ 163. چی ضرب در 2 163؟ 163 دوم. دیگه ضرب در 2 نکن، مگه تو داری سوال موازنه حل میکنی که ضرب در 2 میکنی؟ سوال سوال نسبت استوکیومتریه، نسبتش 1 به 163 دومه یا 2 به 163، چه فرقی داره؟ آقا برم سراغ حل سوال. الان چی داده؟ 89 گرم چربی کوهان شتر. پس یکی از کسر من میشه 89 گرم به جرم مولی چربی کوهان شتر. بچه 890 ضریب 1. اگر میگه به چند لیتر هوا نیازه، اول کیو پیدا کنم؟ اکسیژن. احسن. پس اینجا آقا چند لیتر هوا؟ اول بگرد دنبال اکسیژن. آره او دو، بعد نسبت تناسب. سخت کردی.
آره اونجا یه ذره بعد میگرفت. آقا من میگم چقدر لیتر اودو نمیدونم. شرط سیپیه؟ نه. حجم مولی به هم داده. چند؟ 20 لیتر. 20 ضرب داره. ضریب اکسیژن چنده؟ 163 دوم. ساده کنیم. بفرمایید. 2 با 20 بره. مرسی. شد 10. 2 با 20 رفت شد 10. 89 با 890 بره. شد 10. با اینم که رفت. این رفت. چی موند؟ ال او 2 یعنی حجم سادش 163. مرسی. لیتر او 2 می شود 163. حالا باز ضرب دارم 5. مرسی. دارم. مرسی. حاجی جان اگر هوا رو میخوای اون اکسیژن رو ضرب در 5 کن. ببین تو یه چیز کوچیک داری میگه چرا 5 از کجا آوردی 20%؟ 20 صدم میشه 1/5 دیگه. منو ببین تو یه چیز کوچیک داری که اکسیژنه، یه چیز بزرگ داری که هواه، چیکار میکنی؟ اون چیز کوچیکه رو ضرب در 5 میکنی به که بشه چیز بزرگ، یعنی هوا. مگه نه؟ حالا برعکسش، چیز بزرگ داری هوا تقسیم بر 5 میکنی میشه چیز کوچیک. آقا هوا رو به اکسیژن میخوای تبدیل بکنی تقسیم بر 5 میکنی اردنان. اکسیژن رو ضرب در 5 بکنی میشه بزرگ. حله؟ آقا من میخوام به هوا برسم. اردنان میگه حاجی ول کن نسبت تناسب رو، ضرب در 5 بکن، خیالمون رو راحت بکن. باشه این کارو میکنم، اما بذار درصدم بهت بگم، این نسبت تناسب بگم. حاجی 20 اکسیژن تو 100 تا هوا، 163 تا اکسیژن تو چقدر هوا میشه چند؟ 5 ضرب داری میشه چند؟ 815. یعنی گزینه 2. یه تایید بچه ها بدم من خیالم راحت چه حال کنم. بودو 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 خب تایید. هانی گفته عالی آقا. ارفان نمیدونم ایموجی فرستاده. امیر گفته دوباره توضیح بدیم. یک نفر 890 دنیا از کجا اومده؟ از کجا اومده؟ جرم مولیه؟ چربی کهن شطوره؟ بعد حفظ باشیم. سواله خیلی سواله باحالی بوده هر دلم. آره یک نفر گفت دوباره بپرسیم. من دلم نمیاد. میشه یه بار سریع توضیح میدم. آقا گرم چربی کهن شتر رو داده. پس یکی از کسر من گرم به جرم مولی چربی کهن شتر که 890 باید حفظ باشی ضرب در ضریبش. موازنم که دیگه میکنی دیگه انشالله. آقا حجم مولی گاز ها 20 لیتره، یعنی 22.4 نیست. اما چون لیتر هوا رو خواسته، تو هوا نمیشناسی، تو اکسیژن میشناسی. پس اکسیژن رو به دست بیار. اکسیژن به دست اومده رو ضرب در 5 کن. این نسبت تناسبش که براتون نوشتم. حله لیتر او دو به روی حجم مولیش که 20 ضرب در ضریبش. آقا بریم با هم دیگه یه سوال دیگه حل کنیم. این خیلی جوابه چون از همون قبلی کمک گرفته. آره اینو بچه ها حل کنن. حاجی من دنبال اینم که بچه ها اینو جواب بدن. سخته ها، اصلا آسون نیست، اصلا آسون نیست، سوال سختیه. ولی اگه جواب بدن یعنی دیگه واقعا دمشون گرم. میتونیم یه صفحه سفیدم من این زیرش هم اصلا سفید میکنم که اینجا توضیح بدم. خوبه؟ جرمولیش. آره جرمولیش. آره 12 ن برابر 2 ن برابر 2 میشه 14 ن برابر 2 دیگه. بله حالا من اینو میخوام، اینو پیدا کنم جواب بده کرد. دقیقاً درسته. آره حالا 14 ن برابر 2 بر رو نه دیگه اون چیزشو باید بذارم گرمه. آره الان مثلا برای سوختن اینقدر یک آلکان و اون آلکان من بله پس 2 از 2 گرم دارم اونجا. بله بر روی حالا گفتم دیگه جرمولیش 14 اینه علاوه 2 ضرب داره. خب این باید الان چیز بشه ضرب بشم 1 ضرب بشه 1
بعد اون ور مساوی میذارم. من گفته که خب 28 لیتر هوا لازمه. درسته؟ هوا چی بود؟ اکسیژنی بود که ضرب در اون میشد. پس من میام اونو تقسیم این چیز بزرگه رو دادن. آفرین. میام تقسیم بر 5 کنم با اکسیژن کار کنم. مرسی. 28 تقسیم بر 5 میکنم میشه اکسیژن. بله. اونو میذارم بالا. و تقسیم بره گفته که 28 لازمه دیگه 28 ضرب داره توی موازنه اس تی پی هم هست. آره تو موازنه‌ش هم سنه برای 1 دومه. چیه؟ سنه برای 1 دوم. سنه برای 1 دوم. اونم می‌ذارم. عالی عالی. حاجی بریم. بریم. اردلان دیگه همه رو توضیح داد دیگه کامل. آقا 2.2 گرم از یک آلکان یعنی CnH2n به علاوه 2 گرم داده به روی جرم مولی ضرب در ضریب. رفقای من خوب دقت کنن، جرم مولی این، مگه جرم مولی کربن 12 نیست؟ چند تا کربن داری؟ n تا میشه 12n. این جرم مولی به علاوه مگه هیدروژن جرم مولیش 1 نیست؟ چند تا دارم؟ 2n به علاوه 2n به علاوه 2 پس میشه چند؟ 14n به علاوه 2. این جرمولی آلکانمه. آقا همین بسم الله اگر به هم گفته 28 لیتر هوا، من هوا نمیشناسم. کی میشناسم؟ اکسیژن. چیز بزرگ میخواد به چیز کوچیک که اکسیژن تبدیل بشه، تقسیم بر 5 بشه. حاجی 28 تقسیم بر 5 میشه چند؟ 5.6. یعنی 5.6 لیتر اکسیژن. عزیز دل من نسبت تناسب هم میتونی بنویسی، همین میشه. باز 20 اکسیژن تو 100 تا هوا، چقدر اکسیژن تو 28 تا هوا؟ حله؟ بریم آجی. 20 اکسیژن تو 100 تا هوا، چقدر اکسیژن تو 28 تا هوا؟ اردلان حاجی بریم برای موازنه. آره، یک میزن. چند تا کربن داریم؟ انتا دو اینه برای دو، اینجا ضریبش 2 میشه چی؟ n به علاوه 1. حالا اکسیژن ها رو چک کنیم، یه 2n دارم، یه n به علاوه 1 دارم، میشه 3n به علاوه 1. چی ضرب در 2 بشه 3n به علاوه 1؟ 3n به علاوه 1 دوم. فکر کنم باید یک بار دیگه این موازنه رو یه بار دیگه بکنم. آقا کربن اینجا یک میذارم، کربن میشه n تا 3O2. نصف هیدروژن ضریب H2O میذارم، n به علاوه 1. اکسیژن سمت راست با اکسیژن سمت چپ باید برابر بشه. یه 2n دارم، یه n به علاوه 1 دارم، مجموع میشه 3n به علاوه 1. حالا چی زنی به اکسیژنه؟ اکسیژن زیروندش 2. چی ضرب در 2 بشه 3n به علاوه 1؟ 3n به علاوه 1. مرسی. آقا بیا. 2.2 گرم دارم بر روی 14n به علاوه 2 ضرب در ضریبش 1. ضریبش هم که دیگه 1 نمی‌نویسم. الان 5.6 لیتر اکسیژن 28 شرط سی پیه. 22.4 شرط سی پی گفته. ضرب در 4 ضرب در 3n به علاوه 1 دوم. خب اینجاست که یک مقدارش از سخت میشه که ولی سخت نمیشه. اول کاری که من میکنم 2 رو با 22 موازه 4 میزنم. 2 رو با 22 4 11 و 2 2 میگیرم. 11 موازه 2 5 موازه 6 خیلی به هم میخوره. ای والا تقسیم بر 2 میشه. این میشه 2 2 میشه. الان حالا اون 3n به علاوه 1 دوم من میام این بر کار میکنم. اون 3n به علاوه 1 دوم رو میبینی؟ این 2 الان نه دیگه 3n به علاوه 1 دوم نیست. 3n به علاوه 1 دوم نیست. 3n به علاوه 1 ضرب در 2. این چون 2 ضرب بود دیگه. اوکی میشه 6n به علاوه 2. من یه نظری دارم اردلان، من میگم از این 14n به علاوه 2 یه 2 فاکتور بگیریم. باشه میشه 7n به علاوه 1. حالا این آفرین، حالا دیگه هیچی با هیچی نمیره. بنویسیم اردلان 2 ممیز 2 ضرب در 3n به علاوه 1 میشه 6.6n به علاوه 2 2.10 مساوی با 7n به علاوه 1. اوکی بذار 7n اگه شماش بیاد این بر یه 4 یه دونه 4 دهم میمونه. 14 n مساوی با اون طرف میشه 1.2. انگار 12 و 4 ان تموم شد. n میشه چند؟ 3. یعنی 3 اگه 3 بشه میشه 33.
هاش هشت سی سه هاش هشت سی ان هاش دو انه بله شیش چجوری شد بچه ها یه چیز بزرگ دارم آها هوا میخوام به اکسیژن تبدیل کنم که اکسیژن کوچیکه برای پنج کنم بله پس 28 تقسیم برای پنج مقدار اکسیژنشه بله میشه پنج بازه شیش میگه شیش ممیز شیش از کجا آمد دو ده بچه ها هفت اونجا سه ان مگه ندارم سه ان رو ضرب در دو ممیز دو کرده سه ضرب در دو ممیز دو میشه شیش ممیز شیش ان اون کسر اونجا سه ان به علاوه یک رو تو کسر سمت راست مخرج میبینید توی صورت چپ بالا ضرب کردم بله خیلی ها فکر کنم موازنه رو بازگیر دارن نه میگه تیکه آخرش یه بار دیگه توضیح بدیم ولی من موازنه رو نفهمیدم سخت بود من یه بار دیگه بگم آره آقا برای موازنه هیدروکربن ها اصلا اینجا یه دونه یه راه خوشگل بگم یکی دیگه میگه چرا شو 14 نه علاوه 2 مثل که تو همه قسمت هاش باشه نه اساس برای ساختم آره خب بذار اصلا نسازی بذار یه کاری بکنیم آقا از اول من همینو توضیح بدم ببین عزیز دل من اولین قدم اینه که بهت میگه 28 لیتر هوا ما هوا نمیشناسیم اگر هوا رو میخوای به اکسیژن تبدیل بکنی که باید این کارو بکنی باید هوا به اکسیژن تبدیل بشه هوا رو اگر تقسیم بر 5 بکنی میشه اکسیژنت 28 رو تقسیم بر 5 کردم شد 5 ممیز 6 دهم شد لیتر اکسیژنت حالا 2.2 گرم از این آلکانه آقا خانوم برای موازنه کردن هیدروکربن ها یه 1 میذارم اینجا به تعداد کربن هم ضریب CO2 چند تا کربن داری؟ انتا میشه انتا CO2 به تعداد نصف هیدروژن ضریب H2 چند تا هیدروژن دارم؟ 2N به علاوه 2 نصفش میشه چی؟ N به علاوه 1 ضریب H2 حالا اکسیژن ها رو میشمارم سمت راست یه 2N دارم یه N به علاوه 1 دارم میشه 3N به علاوه 1 چی ضرب در 2 بشه 3N به علاوه 1؟ 3N به علاوه 1 دوم این از موازنه جرم مولی آلکان رو از کجا فهمیدم؟ حاجی جان کربن جرم مولیش 12 چند تا کربن داری؟ N تا میشه 12N به علاوه هیدروژن جرم مولیش 1 چند تا هیدروژن داری؟ 2N به علاوه 2 تا به علاوه 2N به علاوه 2 مالا گفته چرا زده 2 نکرد؟ چیو؟ خب آها عزیز دل من خانوم آقا رفیق وقتی داری سوال استوکیومتری حل میکنی نسبت استوکیومتری برات مهمه موازنه که مهم نیست موازنه تا تعبیری که مهم نیست حالا ضرب در دو بکنی فرقی معنی میکنه نسبت استوکیومتریت نه تو ضرب در دو بکنی میشه 2 میشه 3 علاوه 1 چه فرقی داره با اینکه 1 باشه 3 علاوه 1 دوم باشه میگیری چی میگم کارتو سخت میکنی بازم همین جواب به دست میاد اوکیه تاییده آره بعد گرمه به جرم مولی آلکانه ضرب در ضریبش که 1 مساوی با 5.6 لیتر اکسیژن در شرایط CP 224 ضرب در ضریب اکسیژن 3 برای 1 دوم بعد دیگه محاسباتمونه که 2 رو اردلان با 224 زد گفت 11.2 11.2 رو با 5.6 زد شد 2 منم اینجا یه 2 فاکتور گرفتم از 14 به علاوه 2 شد 7N به علاوه 1 2 رو با 2 زدم که دیگه راحت بشم 2.2 ضرب در 3N به علاوه 1 طرف این وسطه اینه دیگه 2.2 در 3N به علاوه 1 میشه 6.6 N به علاوه 2.2 مساویه 7N به علاوه 1 این چیزی که اینجا دارید میبینید بعد N رو به دست میاریم سوال آسون نیومدیم حل کنیم ها. میبینیم سوال چغلیه میتونستم بیام آقا یه سوال حل کنم قند و نبات به به چرچا بکنی بگی چقدر خوب ولی واقعیت بگم دارم علیکی فقط یه کاری میکنم تو حال بکنی میخوام اتفاقا حال نکنی یه کاری برو حال کنی ندی جورا یه کاری حال کنی هر دلان تو این اوزواری که من حال ندارم تو خودت حال نداری میدونی خدا حکیلی نه واقعا حال و روزی به حالمون نیست اصلا جدی دارم میگم انشالله که خدا واقعا یه نگاهی بکنه به ما یه نگاه
یکی علامت سوال گذاشته گفته که یه بار دیگه میشه سوال تو بپرس چون الان من نفهمیدم این علامت سواله برای کدوم سواله. آه دیدم رد ندیدم. راه موازنه هیدروکربونا رو هم بگین. گفتم دیگه به تعداد کربن CO2 نصف هیدروژن H2O. بعد میرم سراغ اکسیژن. بنویسی تو موازنه گفتم به بچه ها. گفتی؟ بله ما موازنه یه جلسه موازنه یه بار دیگه میگم یه ضریب یک برای اون هیدروکربونه میذارم. درسته. به تعداد کربن میشه ضریب CO2، به تعداد نصف هیدروژن میشه ضریب H2O، بعدش اکسیژن رو موازنه میکنن. آقا این سوال آخرین سوالی که حل میکنیم پس این درباره بچه ها دنبال چی میگردید تو چت؟ چیکار دارم میکنن؟ اشکال بسته دیگه. خب الان بریم این سوالو بریم اینو. آقا میگه 0.05 مول گلوکوز در دمای صفر و فشار 2 اتمسفر چند لیتر گاز کربن دی اکسید تولید میکنه؟ خب رفقای من اولین چیزی که برای من مهمه آیا شرط استیپیه؟ نه، شرایط من یه شرایط خاصیه. دما صفره ولی فشار یه. آها دمای مثل استیپیه. پس رابطه یادتونه پی 1 وی 1 به تی 1 مساوی پی 2 وی 2. اینجا اردلان دیگه تی 1 با تی 2 ساده میشه چون در شرایط استیپی یعنی تی 1 دما صفره، اینجا هم دما صفره. حجم مولی جدید و من و شما باید به دست بیاریم. آره هم دمان. من و تو باید حجم مولی جدید رو به دست بیاریم، یعنی اون عددی که قراره جای 22.4 رو بذاری به دست بیاریم. حاجی پی 1 وی 1 میشه شرط استیپی. در شرایط استیپی فشار چنده؟ 1. حجم چنده؟ 22.4 مساویه. فشار اینجا چنده؟ 2. حجم چنده؟ نمیدونم حاجی. ویدو چند میشه؟ یعنی این 11.2 عددیه که تو جای 22.4 باید بذاریش. تمام. چی داده؟ 0.05 مول. چی ما؟ تمام. تمام. الان 0.05 مول داده. ضریب شنده؟ 1. ضریب گلوکوز 1. آه اون که گنده است. آره. مساویه با. گفته چند لیتر گاز کربن دی اکسیده؟ لیتر CO2؟ نمیدونم. الان حجم مولی چنده؟ 11.2. مرسی. جای 22.4 بذارم 11.2. ضریب شنده؟ 6. میگی چه جوری ضرب کنم؟ آره نمیگم. همین ممایزه رو سکنا. اوکی. آره. آره. من بودم 6 5 تا رو زدم 30 تا 3 تا 2 تا 6. تموم شد رفت. حاجی یه بار دیگه میگی؟ همین جوری که گفتی بگو. همینجوری. آره ببین انقدر ببین راحت نشسته علامت ببینید چه استایلی نشسته. یعنی خیلی قشنگ نگاه میکنه. عالی بود یعنی حرکت. آقا بریم یه بار دیگه همونجوری بگو جانم. آقا ممیزا رو یه بار بلند بگو. ممیزا رو کاری؟ ممیزا رو کار صفر هم میزنم کنار. ممیزا رو میزنم کنار. این 6 5 تا 30 تا به صفرش کاری ندارم. 3 تا 3 تا 6 تا 6 میبینم. مرسی. 6 5 تا 30 تا صفرش رو اردن میگه بذار کنار. 3 سه دوتا شیشتا یکان شیش باید داشته باشه. تمام. دمت گرم اردلان. خیلی گلی. آقا من میخوام یه ذره توضیح بدم راجع به روال کلاس. ببین ما کلاس همون که حالا فعلا هستش و در خدمتون هستیم، اما راجع به کلاس هایی چون بچه ها من اولی که به سختی وارد اینترنت میتونم بشم، اصلا اینستاگرام و این داستانه رو واقعا خیلی سخت میتونم وارد بشم، ولی چون وارد شدم و یه سری پیام اومده بود برای من دیده بودم خدمتتون عرض بکنم. برای اینکه در کلاس‌های سالیانه ما بخوای شرکت بکنی که ساعت 4 ظهر شروع میشه تا ساعت 7 که فعلا دو زنگه هستش، از یه چند هفته دیگه 3 زنگه میشه کلاسمون، رفقایی که در کلاس سالیانه نیستن میتونن توی کلاس سالیانه ما خودشون شرکت بکنن. بچه‌ای که توی کلاس‌های یک جلسه رایگانمون که میخوان در طی سال باشن که در خدمتشون هستیم، رو تخم چشم ها جا دارن. اما رفقایی که جانم مخلصم ارادت عزیز دلی چاکرم، اما رفقایی میاد میره اردن چی کار داره میکنه؟ آقا رفقایی که
دوستان عزیزی که توی کلاس های ما نیستن و میخوان توی کلاس های ما شرکت بکنن، آره بابا من هی میاد هی میره، میبینی قیافش رو نگاه کن آدم خندش میگیره. آقا ما ساعت یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 7 کلاس داریم. میتونید از خود پیج اینستاگرام، من که هیچ دسترسی واقعا به اینستاگرام هم الان فعلا ندارم، تک و توک میتونم بیام، میتونید به پیج اینستاگرام خود بنیاد شفیع ندارین جدی؟ داریم ولی دو جواب نمیده بچه، دو ساعت چی کار باید بکنن اردلان؟ چی کار باید بکنن؟ بخوان ثبت نام کنن؟ زنگ بزنن مؤسسه روش سنتی، آره به مؤسسه نداشته باشین اینطوری نیستش که بچه ها سخت میتونن بیا. خب یه ها میبینی که مثلا من الان خودم آره در رو باز کنم وسط جنگم، آره ما الان دقیقا همون دقیقا همون آره دقیقا همون دقیقا تو خود دل قضیه در رو باز کنم فرارم. به خاطر همین من حالا پیشنهاد میکنم که بچه یکی گفته با نامه، آره با نامه، آره دیگه واقعا داریم میرسیم به اینجا. نامه میتونی که با حالا شماره که گذاشتم زنگ بزنید. بچه ما همروز از ساعت 8 هستیم تا 8 شب و میتونید که یکی گفته که بزرگ بگید آخه میتونید یه VPN گارد میفرستم کار کنید. تشکر میکنم، ما اوپن VPN داریم، سرور اوپن VPN داریم، زنگ میزنم تشکر میکنم. ولی به خاطر همین آقا تو صدای تو اونجاست میگی زنگ میزنم نامرتی بعد هم باید سرور صحبت میکنم. خب پس آقا میخواستم بدونم ما چطوری باید متن کتاب رو بخونیم که بتونیم سوالات غیر حلی رو حل کنیم. میخوای یه بار توضیح بدم بهشون؟ توضیح بده ایلاس کن من اینو توضیح بدم. بله شما میتونن از شماره تلفنی که براشون میذارم از این طریق بیان داخل. حالا بچه های اینجا زنگ بزنن برای ثبت نام، زنگ بزنن برای ثبت نام. بچه های یه سری چت ها هم دارن در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی میگن که میگن که یه چیزایی نمیدونم مصرف میکنم دارن. آره حالا مهم نیست بچه ها، بگذاریم تا نوستنمون استاد دو تا چیز بگیم. آره آخرین تصویر ما هم بگیریم. آره تصویر استاد رو یاد بگیریم چرا هم بگیریم. آره رفقای ناب خودم، عزیزای دل من، امیدوارم که توی استوکیومتری، من باز هم استوکیومتری کار خواهم کرد، درصد خلوص رو بازم کار میکنم. و این که چون یه سری از بچه ها پرسیدن چجوری بخونیم شیمی رو، من جلسه بعدی یه رو 20 دقیقه اول کلاس رو کامل راجع به این که چیکار بکنی که در کنکور دی هم بتونی نتیجه خوب بگیری بهت میگم. یا علی مدد از من خدافظ، مخلصم، خدا نگهدار. اردلان کارتون داره. آره بچه‌ها شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. همونطور که میدونید فعلا کلاس‌های ما برقراره. مرسی که تاپ میدید اینو. و اینکه سوالی اگر دارید نوشته که چی نمیتونم بخونم، موازنه نشد دفعه بعد بنویس به استاد میگم، چون استاد دیگه با این شرایطی که الان بیرون داره باید بره که سیف برسه خونه. و اینکه الان نمیدونم کدومتون تهران، کدوم شهر، کدوم به چه شکلی خیابونتون میشه پیاده روی کرد یا نه، ولی اینجا پیاده روی خیلی سخت شده. امیدوارم که هر جا هستین موفق باشید. خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدار.